حمایت صریح آمریکا از فتنه‌گری در ایران. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در گفتگو با شبکه دولتی انگلیس ضمن اشاره مجدد و البته صریح به حمایت از فتنه سال 88 گفت تشدید تحریم ایران یک هدف اصلی را دنبال می کند و آن هم فشار زیاد به مردم برای ایجاد نارضایتی. وزیر خارجه آمریکا دیشب جلوی دوربین بی بی سی ظاهر شد و در گفتگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی دولت انگلیس تلاش کرد به اصطلاح دیپلماسی عمومی انجام بده و با مردم ایران مستقیما حرف بزنه. اما خانم کلینتون مثل بقیه مقامات آمریکا باز هم نشان داد هنوز نتوانسته مردم ایران را بشناسه. وزیر خارجه آمریکا بعد از کلی مقدمه چینی برای موضوع تحریم ها و خیال بافی در مورد اینکه تحریم ها فشارهای زیادی به مردم ایران آورده با ناامیدی گفت ما تحریم ها را تشدید کردیم تا بالاخره صدای چند نفر از مردم بر ضد حکومت در بیاد. ظاهرا نشناختن مردم ایران به یک بیماری مزمن و تاریخی در بین مقامات آمریکا تبدیل شده و هر کاری که از داخل ایران انجام شود که این پیام را به حکومت ایران برساند که به خاطر دغدغه های مردم باید رفتارشان را تغییر دهند، ما از آن استقبال می‌کنیم. یکی از موضوعاتی که خانم کلینتون حسابی در مورد اون اصطلاحاً گل کاشت موضوع فتنه سال 88 بود. آمریکایی‌ها تا حالا سعی می‌کردن بگن هیچ ارتباطی با قضایای فتنه سال 88 و فتنه‌گرها نداشتن، اما وزیر خارجه آمریکا صراحتاً از ارتباطات پشت پرده آمریکا با سردمداران فتنه سال 88 گفت و افزود صداهایی که ما می‌شنیدیم به ما می گفت جوری رفتار کنید که ارتباط آمریکا با سبزها مشخص نشه. At the time, the most insistent voices we heard from within the green movement. در آن زمان صداهایی که از طرفداران جنبش سبز در خارج از ایران شنیدیم این بود که ما به عنوان ایالات متحده آمریکا باید خیلی مراقب باشیم که اینطور دیده نشود که اتفاقات داخل ایران تأثیر گرفته یا هدایت شده توسط ماست. وزیر خارجه آمریکا سپس با اظهار تأسف فراوان از شکست فتنه 88 با حالتی ملتمسانه میگوید بالاخره یکی در ایران صدایی کند تا آمریکا از او حمایت کند. البته خانم کلینتون باز هم از ارتباطات پشت پرده با سردمداران فتنه 88 گفت آنچه در سال 88 اتفاق افتاد مایه تأسف بود. ما خیلی کارها از بیرون انجام دادیم، مثلا به توییتر گفتیم خدماتش را ادامه بدهد تا مردم داخل ایران بتوانند با خارج ارتباط برقرار کنند، اما مواظب بودیم اینطور دیده نشود که ما داریم نقشی در این جنبش ایفا میکنیم. وزیر خارجه آمریکا در این برنامه در مورد سناریوی مضحک آمریکا مبنی بر طرح ایران برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن هم گفت، اما ظاهرا آنقدر توجیهات خانم کلینتون ضعیف بود که صدای خبرنگار مصاحبه کننده هم درآمد. نه تنها دولت ایران این اتهام رو بی اساس میدونسته و حتی بهش گفته بودن که مضحک هست و در ایران هم در افکار عمومی خیلی ها هستن که پرسش دارن در مورد صحت این اتهام، ولی در خود آمریکا هم بسیاری از کسانی که زمانی در دولت آمریکا کار می‌کردند، در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کار می‌کردند، همین شک و تردیدها را در هفته‌های گذشته نشان دادند. اما پاسخ رئیس مجلس به ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا، آقای لاریجانی در پاسخ به سخنان دیروز هیلاری کلینتون گفت آمریکا امروز دچار مشکلات درونی است و برای برون رفت از آن باید این حرفها را بیان کنند، ولی ایران داناتر از آن است که این حرفها را جدی بگیرد. این حرفهای اونها باعث یه وحدت ملی بیشتری در بین ملت ما خواهد شد. البته اگر ایشون امریکایی‌ها منتظر جنبشی در ایران هستند، همین جنبشی است که در منطقه مشاهده کردند، یعنی این نتیجه جنبش ایرانیان هست. اگر میخوان واقعیت جنبش ایرانی، ایران یه انقلاب پرتحرکی درش هست، یه انقلاب خاموش نیست، یه انقلاب پرتحرک هست و این انقلاب‌های منطقه‌ای نتیجه همین تحرک انقلاب اسلامی است. اگر سرعت این انقلاب رو بیشتر میخوان اشکال نداره، میشه انقلاب ها رو عمیق‌تر کرد، ولی اگر تصور میکنن که با مشابه سازی بتونن کاری بکنن، خودشون میدونن دچار سوء تفاهم هستن. خیلی نباید جدی گرفت.